آقای بیژن بنفشه‌خواه و رضا شفیعی جهان. سلام علیکم. میدونستی من مرده رنگ ماشی هم؟ ماشی؟ ماشی نیست مگه؟ چمنی؟ خوب هستین؟ نمیدونم کارو دست گرفت. خوب هستین؟ سلامتی؟ یه ذره شمالی گفتم بعد ادامه شده دیگه بود. آ گیلانی. آره. آقا من دعوا کتککاری داشتم، گفتم آقا من با کیف میرم. همه جام با کیف میرید؟ آره دیگه، توش هیچی نیست، سوزن نخ نمیدونم، کیک نصفه، یعنی یه کیف خواب بزنه کلی نفرین هم میکنه. حتی یه جاهایی دیدم که یعنی بر میگرده میگه زشته اینا، این چیه تو کیفت؟ یه جاهایی کیفتون میره شما نمیری. کیف هم؟ آره. خیلی سورال بود دیگه. نه واقعا عادت کردم، البته یه ذره شکاکم هستم ها، تا میام رو سن اگه کیفم اونجا باشه میگم الان یکی داره دست میکنه فضولی کنه. واقعا چی توش داری؟ جدی میگم واقعا. آره. آخه استادیه سنداب هم که اومده بودی همینو گفت. من میگم آقا جان نه واقعا شو. من همیشه تخت طراحی و کاغذ دارم یادداشت کنم، بعد اینجا که میام نسکافه اینا خودم میارم. خیلی ممنون آقا. بسه عمو رضا دیگه نمیخوام، بقیهشو نمیخوام، الان یه خرگوش در میارم. آقا بیژن سلام، ببخشید، مخلص شما، زنده باشید. خیلی ممنون. عمو رضا این طرف کارو گرفت یهو، بله، دید ما مشغول خوشوبش و رنگ نخودی ماشی و چمنی، سری رفت سراغ بعد کیف آیپاد گرفتم، همیشه کیف لپتاپ اینا میگیرم ولی هیچ وقت لپتاپشو نمیخرم با آیپاد. جیبا رو هم حاضرید رو نمایی کنید؟ چیارو؟ جیبا رو. جیبای چیو؟ جیبای لباس و اینی. نه اینا خالیه همش؟ آره قلمبه قلمبه زشته. جانم کیفو بده این بر، حواسش نیست. نه اینجا نمیذاره، فاصله نمیگیره، بعد داره این، یعنی دست بزنی میگیرته. آقا اگه سلام علیکی میخواید داشته باشید بفرمایید، با بریم سراغ شروع صحبت. آقای شفیع جم از من بزرگ. من که سلام کردم پیشا پیش بگم یا مبارکه بگم؟ نه دیگه پیشا پیشه، هنوز یه چند ساعتی باقی. پیشا پیش سال نوتون مبارک، ایشالله سال خوبی براتون باشه، سالی پر از فاز مثبت ایشالله، یعنی هر چقدر بارش منفی گرونی و این چیزایی باشه اینا رو رد کنید و واگذار به خدا، مطمئن باشید که همه چی ردیف میشه ایشالله. با دل خوبتون یعنی دلتون روشن باشه به خدا بزرگترین مشکلات رو حل میکنه، حتما ایشالله. به عشق خودتون و این آرزوتون یک کف بزنید. عمو بیژن در خدمت. منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت بیننده های توی خونه و حضار محترم. سال خیلی بدی رو پشت سر گذاشتیم، امیدوارم سال آینده سال خوبی باشه برای هممون و جیبامون همه پرپول باشه، سلامتی باشه اول از همه واقعا ایشالله، و همین دیگه در خدمتتون هستم به امید خدا. دم شما گرم. آقا اولین بار شما دو نفر کجا هم دیگر رو دیدیم؟ اتفاقا الان داشتیم صحبت میکردیم. منم چون یواشکی شنیدم گفت. جدی میگی؟ عرشد به خدمتون که سال 71 بود نه؟ بله. یه تئاتر عروسکی اجرا میرفتیم به نام میکی کارگاه دو، آقای بهروز غریب‌پور نویسنده کارگردانش بود، رضا جون تنپوش میپوشید، نقش میکروب رو بازی میکرد، من عروسک گردان بودم، ولی عروسکی که نقش اصلی داشت خود کارگاهه،
خود یه نفر خود به اون عروسک میگم باتومی، اونو اینجوری نگه میداشت به این حالت که پشت لته باشه، خیلی هم کار سختیه. خوبه که این میز اینجا گذاشتیم تا از اون زیر یه ذرهش پیداست. خب منم پشت به لته اینجوری دستا رو تکون میدم، با دو تا میله دستا تکون میخورد و از اون سال دیگه با هم، یعنی هم رفیقیم هم همکار، 30 سال شد دیگه. خاطره مشخصی از اون زمان یادتون؟ یه بار سر اجرا دیر اومد آقای رضا فیاضی رفتن یه بار تو ببخشید گفتم من اینو توضیح بدم حیثیتم را. من یه تنپوشی میپوشیدم از اینایی از فکر کنم با لحاف مثل اون یه چیز درست کرده بودن، میرفتم تو این، بعد دو تا چش اینجوری داشت مثلا میکروب بودم، بعد آقای آتش تقی‌پور صدای منو میگفت ضبط کرده بودن، مثلا گفت ها ها ها، من میمدم اینجوری تکون میخوردم و اینا، بعد اون تو انقدر گرم و دم کرده بود خیس عرق میشدم، بعد یه سطل آشغال برام درست کردن که قرار بود کاره که شروع میشه من از تو این سطله بیام بیرون، منتها ما این اندازه اینو تست نکردیم که من میرم اون تو، من رفتم اون تو قبل اجرا پرده رفت کنار، تلفن زنگ خورد صدای من میومد، آها تلفن رو بعد میومدم بیرون برمیداشتم، بعد من اون تو بودم تلفن زنگ خورد یه دفعه اومدم بیام بیرون دیدم گیر کردم، دیدم ای وای سطله کوچیکه این لاحاف و همه چی بزرگتر، گیر کردم تو سطل، همینجوری سطله تکون میخورد، بعد تلفن برداشته شد منم سلام ها ها، حالا من کجا تو سطل، کی داره جواب میده؟ ببین سطله اینجوری چیز شد، من چپ جر دادم لباسه رو، بعد جردش را اومدم بیرون تا آخرش پیرنه رو گرفته بودم اینجوری توش نبودم دیگه، از اونجا به بعد دیگه نمایش احتمالاً تموم شد. یه بار دیگه هم خوابیدم که کارگردان من دعوت کرد روسین، یک چچی خوابون تو صورت من، گفت میخوابی؟ 500 نفر دارن نگاهت میکنن. آقای فیاضی خورخورم هم بالا رفته بود. من اینو نمیدونستم، من اینو الان دارم میشنم. بابا خوابیدم رو سن. حمید هاشمی اومده بود با لگد میزد من بیدار شدم. یه نکته جالب دیگه هم کاره داشت. آخه اگه یادت باشه من سرباز بودم. بله بله. بعد نه نقاش بودم تبلیغات و این چیزا، بعد روزی مثلا 50 تا چهره بعد نقاشی میکردم و عکس بچه های مهد کودک انقدر، بعد انقدر خسته میشدم ولو میشدم. عمورزا هم گرافیست خوبیه هم نقاش خیلی خوبیه هم طراح خیلی خوبیه، اون چیزایی که تو کیفش بودم به خاطر همین همیشه ابزار طراحیش و اینا همراهشه. این پشت برای استودیو استنداپ که اومده بود عمورزا، من دیدم داره راه میره، یه هم میگفت این یه دونه سنگو برمی‌داشت، میگفت این برای مثلا نمیدونم چرخیاتی خوبه. آخه سنگای خیلی باحالی اینجا داره دیدی؟ من رو سنگای نقاشی میکردم، از سن نوجوانی من همه جوره پول در آوردم، یعنی میگرفتم روش نقاشی میکردم مثلا دونه دو تومن میفروختم، طراحی چهره کردم. الان هم میکنید این کارو؟ در 10 دقیقه بعد همه میمدم گفتن این شبیه نیست، کتککاری میشد. یه وضعی عمو بیژن درباره اون کاره یه نکته ای داشت، یه همون کاره بامزگی که داشت، اون کار تئاتره، رضا عطاران اونجا بود، سعید آخانی بود، علی استادی، علی رضا استادی بود دیگه براتون بگم، خیلی آرش نوذری، خیلی آرش نوذری بود، هیچ کدوم هنوز کار تصویر نکرده بودیم ما، همه اونجا. آره آخه همه معرفی شایانی کرده به دنیای سینما و تلویزیون. یه فیلم الان از من هست، دو همسفر، بعد لاغر 19 سالمه با امین حیایی تازه کار کرده بودیم، برید توی پیج میبینید. بعد من از دوربین ترسیده بودم، بعد مال 30 سال پیشه. آره 19 سالتون بود. آره یعنی اولی بار قهر میزنی. آره بیشتره. آره دنبال همین. نه بیشتره، بیشتره. من متولد 50، من 52 ام، من الان عید میشه 50 سالم، شما یه سال از من بزرگ، 3 سال از من بزرگتره. بله 52 سالتونه دیگه. ماشاءالله 49 کمه. بله خب بله میفرمودین. بعد چی گفتم سیاه؟ این دو همسفر اول کار من امین حیایی، من تو زندگیم تا 9 شب به بعد بیدار نمونده بودم، یعنی مثلا سریال چیزی میخواستم ببینم تیتراژش که میرفت اینجوری بودم آخشون شروع شد
میخوابیدم بعد پایان تیتراج پایانی یه بلند میشد گفتم تموم شد میشل استر گفت موقع این سریال هم گفتن آره برو بخواب میرفتم میخوابیدم سر این کار دوی شب من باید میرفتم جلو دوربین آقا اینا قهوه همه چیزهای عجیب غریب تو قهوه میزدم میدادم به من که بیدار بمونم من هم این مدلی بعد خوابم میگره بعد همه میگفتم برو سراغ یه رشته دیگه بعد من میرفتم تو دستشویی گریه میکردم من استعداد ندارم بعد الان قیافم رو تو اون فیلمه ببینید قشنگ معلومه زیر چشم گود اینجوری بعد از دوربین ترسیده بودم یعنی اینجوری بودم وای یا خدا تو اون فیلم امین حیایی هم بود؟ آره امین بچه بروزتری بود تا من یه ذره بچه ننه بودم ببخشید جوانتر از شما هم بود امین؟ آره. نه امین هم فکرم هم سن نه بروزتر بود میدونی اصلا با همه بگو بخند میکرم من اینجوری بودم میرفتم با مثلا آبدارچی اونجا میشستم درد و دل میکردم اونم آره واقعا همه چی پارتی بازیه بله جامعه اینجوری اون نه اون تیپ میزد اینجوری با همه ها ها بگو بخند منم حسودی میشد آقا از اولین ها که بگذاریم برسیم به باحالترین ها باحالترین همکاری مشترکتون خاطره یه من میونی که جزب... دوست داشتم الان یه بازوکا داشتم اون زبطه رو داره جبران میکنه اون کاری که من باش کردم این زبطه رو که آهنگرد شما رو میگه ها تو داره میزنی؟ فکرم زبطه معذرت میخوام خسته نمیشی عوض کن ریتمو دارین 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 شما ملودی رو بیا دارین 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 آرمان عوضش کن حالا عمو رضا هم عوض شه دارین 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 تو بی وفایی بخون باید تو بخش قبلیش می اومد عمو رضا چون عروسی داشتیم ما اینجا آره اینجا عروسی داشتیم اگه عمو رضا می اومد حتما یه اتفاق با حالتر می افتاد جانم بفهمید این دیوانه رو همین الان آورد واقعا راست تمیزه تمیزه به جان ببین اون یه ذره کم شده خب این یکی کم شده به خاطر اینکه مال نفر قبلیه ولی اون تمیز تمیز تو خدا اینا رو حواسم بود مال من یه پشه داره توش کرال میزنه اون مال دیشبه داره طولا طی میکنه نه بابا اینا رو بچه‌ها هی دارن هر یکی هم مرده غرق شده آقا نداریم اصلا همچین چیزی نگاه به خدا نیست قسم نخور نه خب میگم خیلی کوچیکه اون سیبیل هست راست میگه یه سیبیل اینجوریه خب جونم براتون بگه که بانک ملی حامی محترم مالی برنامه‌مون اتفاقات زیادی رو رقم زدن و یه دونش این برنامه کاربردی تلفن همراه با عنوان بامه اونایی که میخوان کارهای بانکی باهاش انجام بدن هر کار بانکی که امکان نرم افزاری شدنش وجود داشته باشه اونجا در دسترس شما هست نمره 4 و 8 از 5 رو گرفته توسط کاربران که خیلی نمره بالاییه و خیلی قابل توجهه و اتفاقات زیادی رو هم میشه اونجا بهش دسترسی داشته باشید از خرید شارژ و پرداخت قبوض و هر کار بانکی که به صورت غیر حضوری بشه انجامش داد از طریق اپلیکیشن بام امکان دسترسی بهش هست اما قبوز هم میشه داد همه چی مرده کلمه قبوزی اگه قبوز و قبوزه چیزه حالا چون نمیشه قبوز رو عوض کرده قبضها قبضها قبوز دیگه پرداخت قبضها خوب شد نه همه چیز میکنم آخه نه حالی میدونم به چی فکر میکنم یه جور حیبون شبیه راسوه مثلا قبوز میگم قبوز نزنتید مثلا پر قبوز اینجا من دفعه پیش که گفتم شب اول 90,000 نفر ایدی گرفتن از چقدر؟ متناسب با اون زمان حضورشون توی کانالمون در اپلیکیشن بله و متناسب با شانسشون چون ما به صورت تصادفی ایدیا رو اونجا میذاریم هر کسی هر چقدری که بهش برسه میتونه برداشت کنه چه به صورت اعتباری چه به صورت نقدی و گفتیم هم که راه دسترسیش فقط ارسال عدد 3 به شماره 1058822 برای اینکه بیاید عضو کانالمون بشید و بعد از اون یه پاکت ایدی که ما اونجا گذاشتیم رو دکمش رو فشار بدید وارد پاکت بشید ایدی خودتون به اندازه‌ای که سهمتونه رو برداشت کنید نوش جونتون حالا میخواییم الان با حضور شما هم یه تعداد نفرات دیگر رو هم شریک کنیم بهشون ایدی بدیم بعد یه چیز دیگه کمترین ایدی چقدر بیشترین چقدر تا 60,000 تومن من دیدم که برداشت شده تو این آخری پاکتی که گذاشتیم بعد 60,000 تومن چیه؟ 62,464 تومن 2,000 این اولین
60 تومن هر چی میدن که اینجا درد شده. خب مهم نیست، ما داریم عیدی میدیم. الان شما عیدی میدیم مثلا 1000 تا دونه، ما 50000 نفر عیدی دادیم. بیشترینش چقدره؟ همین بیشترینش دیگه. 60000 تومن بیشتری نشه بریم رضا. کجا بریم؟ آقا عیدی دیگه. مگه عیدی تعریف نداره؟ الان 60000 تومن دیگه یه مداد میدن. همه چیو با فاز طراحی و نقاشی اینا میسنجیم. آقا هم نقاش خوبی هم مجسمه ساز. 1000 ماشه. بعدن یه خب چی؟ یه دونه آخه جدی میگم خدا شده میگم رفتم یک کیلو چیز گرفتم چیه اینا شلیل خب شلیلش شلیل آره نداریم که تابستون شلیل کارت کشید موهای تنم اینجوری سیخ شد بعد ریخت اینجوری نگاه کردم گفتم این چند کی قابل نداره پریروز خب 480000 تومان چاق نه گفت آفریقاییه خب همونه که زمستون میری میره تابستونی میگیری معلومه گرون آخه نیم میلیون خب آقا الان ما ایدیو بدیم یا نه بله بدیم بله بدید به 10000 نفر 10000 همین الان بیشترش کن دیگه چقدر؟ 20000 آقا سیبیلر داره میتابونی ها 20000 نفر عیدی میدیم همین الان پاکت 20000 نفرمون هم میذاریم عمو رضا شما چیزی به این 20000 نفر اضافه میکنی؟ 50000 تا دیگه 50000 تا دیگه؟ 8 یعنی 70000 تا؟ تو بگو چند تا 10000 تا خوبه؟ نمیدونم 20000 تا میخوام حرفتون زمین نمونه چقدر شما بگو؟ باشه متوجه شدم 50000 نفر یعنی یه ایدی یه پاکت 50000 نفره ما الان اونجا میذاریم منم از اینجا چک میکنم به محض این که شما وارد کانالمون بشید این پاکت قابل برداشته سریع وارد شدید اون دکمه رو بزنید تا قبل از اینکه بقیه بیان برداشت کنن پاکتمون هم همین الان داره بارگذاری میشه اینجا یه ایدی 50000 نفره که به صورت تصادفی اعداد مختلف میتونید برداشت کنید ایدی دیگه بله آقا مثل انعام میمونه آقا وسط این ایدی این دوستمون میگه اینجوری که گفت سیبیلای من یه نشانی بده اوه چاکرم سیبیل خیلی مخلصم چاکر دیم بچه ها این رفیقمون رو نشون بدین داداش خیلی مخلصم از کجا تشریف آوردین قربون شما برم زنده باشید هزار ماشاءالله یه سیبیل هم که دارم معرفت ها جدی قیافه آدم ها معلومه از کجا تشریف آوردین از کجا کرج ولی اصالتا باید ببینیم کجایی هست اصالتا کجایی هستی درگز دمه بچه سرندج گرد سرندج سرندج هر بشی کن خیلی مخلصم خیلی خوش اومدی خیلی خوش اومدی آقا مهران غفوریان چند شب پیش مهمون برنامه مون جدی من اینو رسام نمیومد آره بود دیگه الان که میگم ولی همین الان میخوایم هم ازش یاد کنیم که وقتی که اومد واقعا بهمون خوش گذشت البته یه سختی رو متحمل شد چون کنار یوسف تیموری وایساده اوه واو چه سمی بوده اون برنامه دیگه نگم براتون یوسف میدونی که کابوسه شبا میره تو خواب این و اون آره بعد یه سری شیطنتای خاص خودش هم داره یه سری هنرا و مهارت‌های خاص خودش هم داره قشنگ بساطی فراهم کرده بود اینجا چند نوع شیزوفرنی هم داره یوسف یوسف من به خودش هم گفتم اسکیزو داره شیزوفرنی هات داره بعد تحت درمان یه سری دکتره یوسف سعیدی هم در تعقیب و شکارشه آره من بهش گفتم اصلا ساعت کارمون 12 ساعت دیگه گفتم تو رو تو یه روز کاری 2 ساعت بیشتر نمیشه تحمل کرد من هر وقت میاد پیشم یه قرص خواب میدادم الان داره باش کار قهرمان انجام میده خدا صبر بده تفلی زیر چشاش گود افتاده بود پیرتر شده بود مهران؟ خیلی نه. لاغر قیاسی. شده بود ایمان قیاسی الان یه برنامه دارم با هم اجرا میکنم قشنگ اصلا گریهش گرفته بود تفلی وقتی که اینجا بود اما بعد سختی کار بگیره ما یه دونه استودیوی لبخند داریم اون طرف که آقا رضا هم زحمت کشیدن اونجا برامون یه استنداپ اجرا کردن ما هم پخشش کردیم الان میخوایم یه دونه از استنداپ های عمو مهران رو پخش کنیم به به که بریم با هم ببینیم خنده‌دار نباشه ما میگیم نگید دیگه من سرتون رو شلوغ میکنم که اصلا نبینید ولی با حاله با نمک خاطره بازی کرده عمو مهران اونجا کلی حرفای شنفتنی برامون داره بریم یه سری به استودیو لبخندمون بزنیم برمیگردیم برنامه رو با دوستانمون ادامه میدیم